روحانیت از مارکسیسم بود. یعنی انقلاب از درون روحانیت در نمیاد. تئوری انقلاب، روحانیت نماینده سنته و نماینده سنت در ذات خودش محافظه‌کاره. اون چیزی که براش مهمه بقاست. بر سر بقاش حاضر هر معامله رو بکنه، با هر شرایطی کنار میاد. یک قصه براتون میگم، شاید براتون جالب باشه. آقای خمینی زمانی که در نجف بود خیلی میرفت پیش علما صحبت میکرد از خطر اسرائیل و اینکه علما باید علیه اسرائیل صحبت بکنن اینا. بعد خودش تعریف کرده بود برای صادق طباطبایی که در خاطراتش نوشته که علما بهش گفته بودن که آقا این اسرائیل که شما میگین خطر داره قراره به عراق حمله کنه. گفت نه، به عراق قرار نیست. گفت پس برای چی ما علیه اسرائیل حرف بزنیم؟ یعنی تا جای اینا واکنش نشون میدن که منافع خودشون به خطر بیفته. جمهوری اسلامی هم همین شکلیه. یعنی ما میگیم خودش ادعا میکنه ما طرفدار مسلمانان جهانیم، ولی بین مسلمان ها خونشون همه همرنگ نیست، بعضی قرمزه بعضی قرمزتره. یعنی خون مسلمان های فلسطین خیلی قرمزه، ولی خون مسلمان های میانمار خیلی قرمز نیست. خون مسلمان های که دولت چین میکشه خیلی قرمز نیست. اینه که بستگی به مسلمانش هم داره. یا در سال دهه 90 میلادی در درگیری بین ارمنستان مسیحی و آذربایجانی که نه مسلمانن، اکثریتشون شیعن، ایران طرفدار ارمنستان بود. چرا؟ به خاطر اینکه ارمنستان متحد سوریه بود و آذربایجان متحد آمریکا بود. یعنی آره، اسلام هست تا اطلاع ثانوی، میدونی، تا جایی که با منافع ما اصلا. تئوری آقای خمینی در مورد حکومت همین بود دیگه، احکام اسلام باید اجرا شود مادامی که با منافع دولت و با مصالح دولت اسلامی در تعارض نیست.